در ارتباط با تاثیر احتمالی ترور سفیر روسیه بر روابط مسکو و آنکارا گفتگو می‌کنیم با جفری منکاف، نایب رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بین‌المللی در واشنگتن. آقای منکاف، روسیه تاکید کرده که قتل سفیر روسیه یک حادثه تروریستی بوده و در روابط بین‌الملل وضعیت فوق‌العاده‌ای را ایجاد کرده. ارزیابی شما رو بدونیم، آیا این ترور می‌تونه تاثیر بر روابط مسکو و آنکارا بذاره یا نه؟ من فکر می‌کنم که روسیه و ترکیه هر دو سعی می‌کنند که جلوی پیامدهای منفی ترور رو بگیرن، ولی همین که این اتفاق افتاده و انجام شد توسط کسی که در نیروهای امنیتی ترکیه بود، یه مسئله بزرگتری را ایجاد می‌کنه. این که در واقع یه پیامدهای منفی وجود داشته در ترکیه به خاطر دخالت روسیه در سوریه، بنابراین حتی تا جایی که دولت روسیه سعی میکنه که محدود بکنه پیامداش، ولی این در واقع اتفاق که میفته، این نیروهای اجتماعی هستن، این حالت در واقع مخالفت و خشمی هست که در ترکیه و در منطقه به خاطر اقدامات روسیه در سوریه ایجاد شده که اینجور نمیشه همش کتمان کرد. حالا به ترور این سفیر روسیه توسط یک نیروی امنیتی اشاره کردید. برخی تحلیلگران عنوان میکنن که این ترور به نوعی ضعف امنیتی ترکیه رو به نمایش گذاشته. آیا به نظر شما ترکیه میتونه تهدیدهای امنیتی خارج از مرزهای خودش رو که گفته میشه به داخل مرزهاش رخنه کرده مهار کنه یا نه؟ خیلی مشکل خواهد بود به خاطر اینکه ترکیه مواجهه با یک سلسله مسائلی که در واقع کنار هم قرار دارن. اون مسئله بحران سوریه است، شمار زیاد پناهجویانی که در داخل ترکیه هستن، و همینطور که قبلا گفتم این خشم فزاینده مربوط به اقدامات روسیه در سوریه است و همینطور اقدامات خود دولت سوریه که باعث میشه در واقع ناخشنودی بیشتری علیه رژیم اسد باشه، علیه سوریه باشه. افزون بر اون تلاش نافرجام کودتا در ترکیه هم باعث شد که در واقع دولت ترکیه یک پاکسازیایی بکنه، در نیروهای امنیتی بکنه و خودشو متمرکز بکنه برای ریشه‌کن کردن تهدیدهای داخلی در کشور. بنابراین یه مقدار مشکل‌تر کرده توجه ترکیه رو در رابطه با مسائل دیگه، از جمله در رابطه با همین اقدامات دولت سوریه و اقدامات روسیه در سوریه. و به عنوان آخرین پرسش، آقای منکاف، در رابطه با نشست‌های دفاعی و دیپلماتیک سه کشور ترکیه، روسیه و ایران در مسکو، از شما بپرسیم که حول محور سوریه برگزار شده، آیا میشه به این جنبندی رسید که کشورهای عرب منطقه خلیج فارس از معادله حل بحران سوریه توسط این سه کشور کنار گذاشته شدند و یا در حالی کنار گذاشته شدن هستند؟ سوال بسیار خوبیه. من فکر می‌کنم که کشورهای عمده‌ای که از نظر نظامی داخل بودند در بحران سوریه کشورهایی هستند که وزیران خارجه الان در ملاقات میکنند در مسکو. استفاده نیروی نظامی از سوی این سه کشور بنابراین این قابلیت رو میده که در واقع یک شکلی بدهند به آینده سیاسی و نظامی سوریه، و همین حقیقت که این کشورهاشون یک منافعی دارن در آینده سوریه در واقع یک چالش درازمدتیه، به خاطری که منافعشون در اونجا باقی خواهند موند، از بین نخواهند رفت. بنابراین محال کم تو دست رو دست بشارن و قبول بکنن که هر در واقع چاره‌ای رو که از سوی این سه کشور انجام میشه بپذیرن.